لوموس سلام من خشایارم اینجا پادکست لوموسه سلام امیدم این پادکست ارائه از دمنتور و مرکز دنیای جادوگریه سلام شادی هستم و این سومین سیزن پادکست لوموسه سلام منم میلادم و خوش اومدید به سیزدهمین اپیزود از زندانی آسکابان لوموسه پادکست لوموس خوش اومدین ما اینجا هر هفته کتاب های هری پاتر رو به ترتیب و فصل به فصل جلو میرم و در مورد تمام جوانبش با هم صحبت میکنیم اگه کتاب ها رو نخوندین بدونین که ما تمام مجموعه رو در نظر میگیریم و حرفامون باعث لو رفتن قصه میشه چه برای اولین بار چه چندمین بار بهتره که شما هم همراه ما شروع به خوندن کتابا کنیم در ضمن حتما تا آخر این قسمت رو گوش بدین پیام خیلی مهمی براتون داریم که باید بشنوین خب امروز سراغ فصل سیزدهم کتاب زندانی آسکابان میریم عنوان فصل هست گریفیندور ورسز ریونکلا که خانم اسلامی هم نوشته جدال تیم گریفیندور و ریونکلا همین که ننوشتن شیردال و کلاق ناغلا رازی فلان ناغلا کلاق کندریده آیه این هم زیبا میشه کسی که به شیردال نریده بود کلاق کندریده بود البته باز نه به فصل اوپده. هم رب داره <applause> <آیا> احسن <applause> آقا گیری فیندور در برابر ریون کلا دیگه جدال تیم ها اونجه. آره دیگه چه خاری داشت خوبرا این گیری فیندور در برابر ریون کلا مثلا نمیدونم آره دیگه خب همینطور که از عنوان فصل مشخصه دوباره نوبت کویدیچه چیزی که تنها توانایی هریه که هری مطمئنه اما اتفاقایی که تو بازی قبلی افتاد این اطمینان رو با مشکل مواجه کرده شک اوورده توش به خاطر همینه که الان مهمترین دقدقش شده وایستادن جلوی را دیگه چند تا اپیزود داریم میگیم دیگه این مسئله رو حالا چند جلسه هم تمرین کرده دیگه دوباره موقع اثبات همین بحث کویدیچ بازی کردنشه نباید تو این دوتا مسابقه ای که دارن اجازه بده دمنتو را بیان بازم روش تاثیر بذارن چون اگه که این اتفاق بیفته و مثلا ببازن خب دوباره جام امسال هم دست دادن و خب میخواد که دیگه امسال بالاخره ببرن جامه رو بودم که امسال خیلی دیگه از همون اول قصد داره که اینا رو به سمت برد ببره و اینا حالا وود امسال صف کرده ازمشو فلان کرده یا شاید هم فلانشو جزم کرده هر کدوم شما راحتی <تلا Follow تلا quoted> البته حالا در مورد وودم صحبت کردیم جا داره این حضور آزرخش هری به قول خانم اسلامیه یا همون جارو فایر بولت هری توی این تمرین صحبت کنیم که حالا اول تمرین خانم هوچ آفره. میادش اینجا رو ببینه مادام هوچ میادش اینجا از دیدن این جارو هم خیلی متحیر میشه جارو دستش میگیره به عنوان یه کارشناس و اینا یه چیز جالبی که هستش اینه که میگه منو یاد اون جاروهای پیکان نقره قدیمی میندازه <issions> منم با یکی از همونا جارو سواری یاد گرفتم حقیقت اینه که شما حالا خانم هوش با پیکان نقره ماشین سوار... چیز جارو سواری یاد گرفته من با یه پیکان قهوه تریاکی ماشین سواری <Todo> <leopard> یاد گرفتم پیکان <lindoUNKNOWN>. <sted> جوانان نه <او> جوانان نبودش جوانان قهوه تریاکی نداشتش این پیکان مدل 56 بود اصلا فرمون انگلیسی مشتی <Ses> <pensando> عجب ماشینی بود اصلا اش دوازه سالم بود آره منم مثل خانم هوچ با پیکان یاد گرفتم البته <applause> اینجا بهتر بود که خانم اسلامی اینو ترجمه نمیکردش دیگه چون سیلور ارو اسم این حالا درسته که پیکان نوقعی میشه واقعا پیکان نوقعی میشه سیلور ارو مثل این میمونه ما مثلا بی ام و رو ترجمه کنیم به میم واف مزخرف میشه دیگه مثلا فورد حالا فورد که اصلا اسم یاریه مثلا طرف شب پا میشه میره اندرزگو میگه به میم واف رو دیدی آره میم واف رو دیدی خوب ضایع هست دیگه آقا این مدل دیگه برند که شما دیگه نباید ترجمه کنی که آره به نظر من بهتر بود که ترجمه نکنه میتونستم واقعا میشه این واقعا از اون مسائلیه که میتونستم پانویس کنم آقا سیلور ارو به معنی پیکان نقره خیلی ساده است میشه ترجمه نکنه بعدم سر این جلسه تمرین مهمتر از این حالا حرفای مادام هوچ که البته باید اشاره کنم نصف حرفای خانم هوچ رو خانم اسلامی لطف کردن ترجمه نکردن کلا نزدیک دو خط کامل آره دو خط کامل حوصله نداشتن ترجمه کنن ایشون یه مقدار های تخصصی در مورد جارو میزنه که حالا ترجمه نکردن امید تو حذویات گذاشته میتونین مثل هر اپیزود به این حذویات این اپیزود مراجعه کنید و بخونید ولی مهمتر از اینا وجود این جارو تو سر تمرینش که چه روحیه ای می میده به بچه ها فوق است این روحیش مخصوصا همه کف و خون قاطی کردن اصلا آره مخصوصا <applause> که این سوپر اسپورت بودن این جاروه <applause> با استعدادو توانایی هری ادغام شده اصلا این چیز عجیب غری شده دیگه انگار مثلا واقعا مایکل شوماخر رو نشوندی پشت فرمولوان مرسدس یا فراری مثلا واقعا یه همچین چیزی شده مخصوصا اونجایی که داره توصیف میکنه که میره بالا مثلا ده متر دوازده متر متر بعد میاد پایین نوک پنجه پاشو رو چمنا میکشه اصلا یعنی داره حسابی به رخ میکشه توانایی جارو سواری هری رو و نشون میده که اون... واقعا چقدر برازندشه البته من الان پیدا کردم که سیلور اروز عنوانی بوده که مطبوعات توی سالهای 1934 تا 1939 به اتومبیل های مسابقه اتومبیل مرسدس بنز داده بودن یعنی لقبی بوده که اوه. واقعا وجود بله. داشته سیلور اروز بله بله آره درست میگه کلاس ماشین های مسابقاتی مرسدس بنز سیلور اروز بوده توی دوره ای درست میگه مثلا خب الان مثلا کلاس S و E و C و این چیزا رو داریم اون موقع کلاس سیلور ارو داشته مرسدس بنز چی و اینو من خودم اصلا یادم نبود آره به سن سال مادام هوچ میخوره دیگه این حتما از قصد داشته رولینگ که دقیقا اونم میخوره سیلور اروزه دیگه هر به سن و سال چیزم میخوره ما فسیلا هم پیکان میخوره دیگه پیکان نقره دیگه پیکان نقره کاره هممون با پیکان یه مشهد رو رفتیم لااقل مشهد رو نرفته باشیم شما رو رفتیم آره اونم مثلا با هشت نفر توی پیکان خدا شاهده من اینو دارم جدی میگم من یادمه که روی تاخچه شیشه عقب پیکان خواب میخوابیدم یعنی جا نبود دیگه منو میذاشتن اونجا منم دقیقه آز میگشیدم اش میگم جاده چالوس آره عجب بله حالا این خانم هوچ هم میدونیم برای چی اینجاست دیگه چون که مگوناگل فرستادتش حواسش به هری باشه اینم داره به نه و احسنت وظیفه‌شو پیاده میکنه آره قشنگ میگیره میخوابه شیک من و ویزلی میریم این کنار نشستیم شما رو نگاه میکنیم هم هست خیالتون راحت چوت مکزیکی میزنه کنار زمین آره بعدش هم که میبینی که قشنگ گرفته خوابیده خسته نباشه واقعا اینجا هم که میگه من و ویزلی کنار زمین نشستیم حال رونو و خریدارم خدایی <applause> دیدی با چه زوقی <applause> نشسته اون کنار منتظر اینا تعمیراشون داره لحظه شماری میکنه اولا که دلش پر میکشه مثلا هری داره با اون جارو پرواز میکنه بعد همش ثانیه شماری میکنه که برسه آخر تمرین خودم سوارش بشه چخ واقعا خیلی دوست دارم حالشو بعدم اونجا که داشتن راجب سکبر صحبت میکردن که با مرد اینم ماتم گرفته بود یه هوی خر شد هری اومد بهش گفت ببین حالا تو که دیگه حال گذشته گذشته بچه‌ها ولی میخوای بیای بریم با نیمبوس با مثلا با فایر بولت من یه پروازی چیزی بکنیم بعد میگه اخ جون میذار بیا باش چند تا گلم بزن یعنی اصلا یه بچه ها حالش زیر رو میشه اینقدر دوست داره این بچه واقعا کویلیچو بچه هست دیگه آره دیگه سیزده سالشه دیگه یه پسر سیزده ساله پر ککومک و با کله قرمز تصور کن <applause> خیلی با من واقعا من عاشق کاراکتر رونم واقعا خیلی دوستش دارم خب این بار گریفیندور با ریون کلا مسابقه داره ریون کلای که یه سیکر خوشگل داره سرکار خانم چو چانگ چو <تصفح> <تصفح> چانگ <تصفح> میشه خیلی خوشگل بودی اینجوری من نگاه نکنید لطفا آره <تصفح> دیگه نه مادامی که ما راجع به سدریک اینجوری صحبت می‌کنیم شما اجازه دارید راجع به چو اونجوری صحبت کنید والا با. من جینی رو بیشتر میپسندم بین جینی و چو کتاب دارم میگم بین چو بذار حرفم تموم بشه پس لونا این وسط کجا حالا خشیا فقط منو نمیپسند لونا سر جای خودشه اونا به پای لونا نمیرسن لونا البته بله خب اما فایر هری تکلیف مسابقه رو تعیین میکنه و هری میتونه که اسنیچ رو بگیره اما انقدرم راحت نه وسط تعقیب و گریزش برای گرفتن اسنیچ پایین رو نگاه میکنه میبینه که سه تا دمنتور تو زمینه سری چوب دستیشو در میاره افسون پاترونوس اجرا میکنه خیلی هم خوب اجرا میکنه چون بعد از بازی لوپین بهش میگه پاترونوست کامل بوده ولی خب قطعا از چوب دستیش گوز که نیومد بیرون یکم بیشتر از اون گوز قبلی بود گوز <تصح> بزرگی هم بود ولی گوز <تصح> نیمد بیرون اینو اپیزود قبل توضیح دادیم دیگه دو سپر <موع> مدافع کامل داریم یا دو نو پاتونوس کامل داریم یه پاتونوسیه که کاملا مادی میشه یه پاتونوسیه که شکل مادی به خودش نمیگیره آره ولی خب اون اون مادیه اونی که کاملا شکل مادی به خودش میگیره قوی تره دیگه این نه اینکه خیلی ضعیف باشه ها ولی اون خیلی قوی تر از اینه گوز <تصح> 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 <موع> قویه <تصح> 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 هج هست آره از این گوز چرباز که بوش نمیره میمونه البته تو متن اصلی نوشته کویت سام یعنی که یه پاترونوسی بود واسه خودش یه چیزی بود آره مونتا تو ترجمه اینجا نوشته یه سپر مدافع درست حسابی بود که اگه اشتباه نکنم تو نسخه های چاپ جدید درستش هم حذف شده امید اگه یعنی چکی بکن یعنی سفر مدافع حسابی بود ولی در هر صورت یه چیزی بوده که مثلا بهش میگن چی نخوری ترشی نخوری یه چیزی میشه یه همچین چیزی بوده آره. آره, در اون سطح بوده ترشی <تصفح> نخوری یه گویی میشی آره حسابی نوشتم درستش افتاده آره البته معنی میده نمیدونم بهش بدم بدم چیکار کنم واقعا ما ما بارها بارها به اون ثابت شده که معانی کارهای انتشارات رو درک نکردیم اینم یکی دیگه از اونا بله اما دمنتورایی که تو زمین بودن که دمنتور واقعی نبودن دریکو کراب و گویل بودن یه جورایی هم آه. مشخص بود دیگه دمنتور که از پایین نمیاد بالا پیاده که نمیاد اونجا همون دیگه بعد آقایون به سزای اعمالشون هم میرسن مگوناگل میره سر وقتشون کلی چیز میز بارشون میکنه هرچند دهنش در میاد بهشون میگه بعدم نفری پنجا امتیاز ازشون کم میکنه نفری ولی پنجا امتیاز کم نمیکنه نه چرا دیگه نوشته پنجا امتیاز از گروهتون کم میشه نگفته نفری من گفتم شاید شبیه اسنیپ که هر موقع این ستا رو مجازات میکنه نفری پنجا تا کم میکنه نه؟ با اتفاقا فرق نهی و مگانگل همینجا البته مگانگل هم یه بار توی کتاب زنگ جادو این کارو کرد نفری کم کرد ازشون اما سوالی که هست اینه که یعنی هری از اون بالا نفهمید اینا دمنتور نیستن اینقدر خوب تغییر شکل داده بودن اینقدر هیجان بازی داشته که اصلا ه... حواسش نبوده این یکی اینکه استرس اینو داشته چون داره قبلش میگه دیگه میگه چوب دستیشو درون تیشرتی هم. که زیر رداش بود گذاشته بود اما خدا خود... خدا میکرد که در طول بازی بهش احتیاجی پیدا نکنه آفرین یعنی منتظر همچین چیزی بوده آره استرس اینو داشته که دوباره دمنتور رو پیداشون بشه از اون طرف هم چوچانگ که کلافش کرده بوده زورش نمیرسیده همه. به جارو هری هر دفعه که هری تا میومده گوی زرین بگیره یا اسنیچو بگیره این میومده مثلا یه کرمی میریخته کلافش کرده بود مثلا اینجا داریم دیگه وود بهش برمیگرده میگه هری حالا این با ترجمه خانم اسلامی است که خیلی ایرانیزم شده الان وقت آقا منشی نیست اگه دیدی چاره نداری بزن بهش داد میزنی یعنی دیگه انقدر مثلا این کار تکرار میشه دیگه وود شاکی میشه میگه الان وقت این کارا نیستش که مثلا جنتلمن بازی بخوای در آره میگه الا وکیل دیگه کار آره. تمامش کن دیگه خدا مقعدا. وکیلی بزن نه این چشش چور رو گرفته بوده میخواسته اونجا مثلا بگه آره من جنتلمنم و من خوبم و حالا مثلا مثل هر میخواست عده سدریک در بیاره تو بازی پیش که حالا من اوکیم حالا درسته که سواره مثلا فایر بولت شدم ولی مثل اینه که پشت بی ام و میشینن بعد میخوان بیان مثلا چیز بازی در بیارن بی ام و نه بمین باب خاکی بازی بمین باب آره بمین باب ما ما خیلی کولیم ما اینجوری ما, ما کف کوچه ای این صحبت ها اونجوری نه <applause> آره دیگه این دوتا موضوع بوده که دیگه یوها مثلا تا یه چیز مشکوکی که میبینه دیگه حواسش نبوده سریع آره. پاتونوس درست میکنه حالا آقا میلاد شما که جواب اکثر چیزها رو دارید من بگو یه چوب سی سانتی چجوری جا میشه توی جیبش راه های رسیدن به خدا به تعداد تک تک آدم هست میخوای بگم تو جیب که نه البته تو جیب که نه باید جوهاش نه تو یقش گذاشته بابا تو تیشرتش گذاشته از تو یقش در آورده دیگه تو تیشرتش بوده یقه از تو یقه در آورده تو یقش که نداشته گذاشته تو سیتیانش گاف صندوق مادر بزرگا ریدین به حریفاتا خدا خوب شد از تو شورتش در برد چوب سی سانتی شو نه بالا بوده از تو شورتش یه چیز سی سانتی در میاره ولی جدا اینجا نمیشه تو جیبش گذاشته بود حالا من نمیدونم خب برای قبل بازی گذاشته بود تو تیشرتش آقا تو تیشرتش میفته شاید هم از این چیزا هست که اینجوری جمع میشه مگه آنتن پیکانه <Es poor laughs> ولی جدی جا نمیشه جاوش هم اینجوری سیخ میزنه ازش بیرون دیگه آخه این جیبه هم جای بدیه آره وسط ورزش بابا اگه تو تیشرتش گذاشته باشه تیشرتش هم میده تو شلوارش زیر ردای کویدیشش نمیفته این چوب اصلی هریه که وارنر درست کرده من کجا مثلا میگه تو یقه اینجوری بابا این ها آها آه خب شنوندگان عزیز بعد تصویر رو الان ببینید که الان امید داره با چوب چیکار می پاره میشه. امید یه چیزی از پهلوی زده بیرون که ما احتمال میدیم که امیدواریم که چوب جادویی باشه چیز دیگه نه یا اصلا جا نمیشه ببین یه دقیقه بایستا امید ببین نوشته که هری ردای سیاه مدرسه رو در ورد چوب دستشو از جیب اون برداشت و اونو درون تیشرتی که قرار بود زیر ردای کویدی بپوچه به, به, به پوچه که نه به پوچه قرار داد <applause> خب پس هم گذاشته تو سوتیانش دیگه میگم همونه تو سوتیانش گذاشته ولی خب چه جوری بازی کرده اینجوری که نمیشه بازی کرد مگه این بازیکنای فوتبال رو ندیدین همین تو جام جهانی 2018 هم خیلی سوژه شده بودن برای تمرینای چیزای میپوشیدن شبیه سوتیان بود آره. بود جی پی اس آره شاید هری هم از اونا تنش کرده بعد گذاشته اون تو آره این تو سوتی هم جا نمیشه دیگه سایز هری رو من در نظر ندارم دیگه ببین اون آره بستگی به سایز داره دیگه آها هری پسر لاغره فیلمی واقعا رچیم شما اگه نگاه تا شفاف ده کنی برادر میبینی که امکان جا شدنش وجود داره بله. خب ممنونم به تیزبینی در نگاه تو باشد نه چیزی که به آن می نگری احسن تو فقط نباید مو رو ببینی باید پیچش مور رو هم مد نظر قرار بدی خب بگذریم از سوتیان هری بله حالا سوتیان یا تو سی سانتی هری حالا تو این فصل یه اشاره ای هم به زوج عاشقمون میشه آیه پرسی ویزلی و سرکار خانم کلیر واتر که چه عشق و حالی میکنن با هم تو مدرسه حال میکنن دیگه بابا چی؟ دو تا حساسی. نه بابا حساس چیه میگم حال میکنن دختر با... دا اومده داره جراش گنده گوزی میکنه ده گالیون شرط بستی بابا تو که نمیتونی موضوع مهمتر میدونی چیه موضوع مهمتر اینه که بعد بازی سه تا دختر اومدن هری رو بوس کردن بله آلیشیا آلیسیا اسپینتو کیتی, کیتی بلو و... آنجلینا جانسون آفرین آنجلینا آنجلینا سه تا بوس گرفت بعد بازی البته ما باید این نکته هم خاطر نشان کنیم که چو تنها بازیکن دختر تیم ریون هستش چون اشاره میشه به این موضوع پس نتیجه میگیریم که هری از کل دخترای توی زمین یه بوسی گرفته <laughs> یه یه نوکی همه گرفته همه رو مالید آره میگن چرا سانسور میشه این چیزها ولی جدی همین پرسی و پنلوپر رو که آدم میبینه واقعا آدم میگه که کاش ما هم توی مدرسه مختلط بزرگ میشدیم اینا چه خوش میگذره بهشون با هم دیگه ای بابا با. بین این همه کاراکتر به پرسی آخر حسرت میخوریم من مطمئنم که این رابطه عاطفی کس... و جنسیش هم خیلی بورینگ و خسته کنه ولی واقعا گنده گوزی کرده اینجا با تو که نمیتونی گوه بخوری گوه میخوری گوه میخوری ده گالیون شرط بسته بله هم که مشاهده میکنید اصلا چش ندارن که این بچه حداقل یه عشق و حالی داشته باش. بابا چی کارش چی باشه بابا دوست دخترش چیکارش دارین حالا هر هم که نچسب باشه باشه بابا دوست دخترش باشه ولی ده گالیون شرط میخوای ببندی مسخره دیگه پرسیه دیگه واقعا همین که با دوست دخترش تو دو مدرسه میرن اینور اونور با هم جیک جیک میکنن خوبه دیگه دمش گرم ولی خدایی حالا جدا از این چیزا من قشنگ ترین قسمت این مسابقه واسه هم گزارش لی بود مثل خیلی از گزارش های دیگه ای که انجام داده و ریاکشن مگوناگل بهش خیلی عالیه خیلی خوبه آره. یعنی قشنگ نشسته بغلش هی ببین جدا من این <تصفح> پاراگرافی که میخوندم همش داشتم تصور میکردم که این حالا بیننده ها که شنونده ها که نمیبینن موقع این لی اینجوری میکروفون گرفته فاصله گرفته دستش هم گذاشته که مگونا که نیاد چلو داره <تصفح> دا میگه او زرخش ردیفیه اینجوری مگونا یه نمیداره میزنه پس کلش بده منو حالا موضوع رو از سمت مگوناگل نگاه کن نشسته بازی رو داره میبینه این آره. ای نشسته بغلش داره, داره گزارش میکنه چرت و پرت میگه هی میزنه تو سر این بعد بازی که تموم میشه پا میشه میره پایین بره به سراغ اون سه سر تا برسه که حقشونه والا اینم آخه نشسته مثل فردوسی پور دیگه فقط مونده کم مونده سایز شورت بازی کنه رو بیاد به با و بیننده ها توضیح بده از همه چیز فایربورد شروع تعریف کردن اینم میگه نکنه اسپانسر شد ای کاش که میومد اسپانسر ما میشد شرکت محترم فایربورد حالا اتفاقا یه اشاره خیلی جالبی هم لی جوردن داره وسط گزارشش اونم اینه که به جام جهانی امسال اشاره میکنه بله این دوباره یک نشانه دیگه است از, از چیزی که ما توی فصل کوچه دیاگون صحبت کردیم اسم بله. فصلش هم یادم رفت خب دوباره این مشخصه که در واقع برنامه ریزی شده بوده که سال بعد جام جهانی کویدیچ باشه و توی کتاب جماعتش ماینو و تو کتاب جام اینو ما ببینیم و تو همین گیرودا آخر بازی یه جمله هستش که حالا خیلی عجیب ترجمهش واسه من نوشته که بعد از همین جمله پرسیه که ده گالیون شرط بسته و غیره و اینا نوشته سیموس فینیگان فریاد زد هری درود بر تو یعنی من یاد این کانال های سیاسی مانگارهی میوفتم که آره مثلا این سور اسرافیلی و این چیزا و دکتر سکویی و درود بر پدرت آره درود بر تو من بر کلیت مثلا فلان آره موضوع آقا مزدور درود به شرفت تری یا دماغ فلان مثلا یه چی تو این مایا بعد رفتم دیالوگ انگلیسی رو نگاه کردم دیگم شیمس در واقع اینجا میگه هری گود یو یا گود یو هری حالا این گود آن یو چجوری شده درود بر تو این هم دیگه حالا در حاله از اپام قرار بله ترجمه اشتباه نیست شایقتا گود آن یو درود بر تو واقعا آره گوام شو گودانیو یعنی دمت گم باری کلا بهت آفرین خب ازم درود بر تو یعنی چه فکر میکنی یعنی درسته خب درود بر تو خیلی ایرانی زشو نشه درود بر تو ببین من نمیگم که اشتباهه ولی درود بر تو دیگه یه چیزیه که اصلا یه تصور دیگه ای به وجود میاره آه نه آخه من میخوام که درست منتقل بشه اگه ایرادی واقعا به ترجمه هست از نظر غلط بودن یا از نظری که مثلا میتونسته بهتر بشه چون گودان یا درود کسی بنویسه واقعا اشتباه نیستش ولی اینکه تصور کنی یه بچه 13 ساله بعد یه بازی هیجان انگیز بلنشه بگی درود بر تو خب این واقعا خنده داره سوره دیگه آره منظور اینه که میخوام بگم که یعنی ترجمه اشتباه نیست لحن خوب در نیومده مثلا گر اینا بود, بود آره باری کلا باری باری کلا آره ای یا خیلی چیز خیلی واژه‌ای دیگه ولی این دور من هر دفعه که این دیالوگو بخونم احساس میکنم یه دونه گلم اینجوری صاف جلوی شیمس فنیگان اینجوری جی هست شیمس هم با انقدر سیبیل داره میگه درود بر تو یعنی من این درود بخونم رحمت به شیری که تو را خورد البته جمله شیمس هم گودانیو نه بوده گود فور یو بود گود فور یو هری خوشباله پس گلن خوشباله میشه تو کتاب من گودانیوه خب پس این تفاوت نسخه بریتیش و امریکن تو نسخه امریکن رو الان داری چک میکنی امید هیچ ایده ای ندارم نسخه ای که توی آیتونز متحرک شده پاته مرداده بود کدوم نسخه نه خب پس امریکنه دیگه مگه اپل آیدی دا امریکا نیست دیگه من نمیدونم اونا بر اساس اپل آیدی نسخه متفاوت میدن یا نه که چون <applause> 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 کتاب من نوشته گودان یو هری رود راورد شیمس وینیگان رو داره مال من هم نسخه ایه. اسکولاستیکه که اتفاقا گود فور یو نوشته خب پس همون امریکنه دیگه مال آره دیگه. آره دیگه اسکولاستیکه دیگه آره دیگه اما یه موضوع بولد دیگه ای که این فصل داره رابطه قشنگ رون و که به خاطر داستان خورده شدن اسکبر توسط کروکشنگس که آخر فصل قبل اتفاق افتاد اوضاع خرابه امیدی هم نیست که فعلا درست بشه اوضاع خیلی خیته حتی هری بعد از بازی تو جشن تلاش میکنه که آشتیشون بده ولی اوزا تقریبا بدتر میشه دلیلش چیه دلیلش اینه که هم رون هم هرمانی غروری دارن که اصلا قصد ندارن اوزار رو درست کنن انگار یه جورایی چشمشون رو تمام مسائل دیگه بستن معیارشون فقط اون چیزی که خودشون فکر میکنن درسته البته رون میگه که اگه هرمانی قبول کنه که اشتباه کرده باش آشنی میکنم ولی خب هرمانی که میدونیم همچین کاری رو نمیکنه اصلا همچین آدمی نیست جفتشون وایستادن اون یکی پا پیش بذاره البته این به خاطر سن و سالشون هم هست دیگه آره دیگه یه خود توی سن بدی هم میگه یه خود جفتشون لجباز و کل شقه هیچکی نمیخواد کوتاه بیاد آره دقیقا همینطوره بعد رونم دیگه خیلی شلوغش میکنه میگه وای چقدر اسکاورز میتونه سلا شاد باشه و کیک بخوره و به قول فکر کنم یکی از دوقلوها بود بهش میگفت گفت که بابا منگه تو خودت نبودی میگفتی از این خسته شدم ازش خوشم نمیاد دیگه آره از شرش خلاص چرا آره، گیر دادی وای موشم موش عزیز و نازنینم و از این حرفا آره جوش بود دیگه میخواد کلی بازی در بیاره دیگه واسه آره دیگه داره رو سیخونک میزنه دقیقا اینو قبلا هم گفتیم دیگه گفتیم این فقط یکی بحث لج و لج بازیه دو اینکه تو همین فصل دوباره هرماینی میگه دیگه به خاطر اون فرست ایمپرشن اون تاثیر اولیه ای که اسکابرز روی میگم اسکابرز کوکشنگس روی رون گذاشت دیگه اونجوری باید. پرید پس کلش و فلان و یعنی آره. این اصلا با تقدیم احترامات اسکابرز رو تقدیم این گربه میکردش می عزیزم اینو میل کن ما با دهن ما رو سرویس کرده که از غذا هم که اصلا این همین کروک خیلی مفید واقع میشه حالا جلوتر میبینیم ولی همین اول فصل هم اشاره شده دیگه هری داره میره از بعد تمرین آخر آره آره بعد تمرین آخر با دو دوتایی جارو انداختن رو دوششون دارن میرن به سمت خوابگاه تو حاشیه جنگل دوتا چشم میبینه هری میترسه و بعد با ورد پادکست چوب دستیش رو روشن میکنه لابلای درخت ها میبینه که کورکشنگس لای یکی از درخت قوز کرده البته ما میدونیم چرا اینجا این کارو کرده ها اینا نمیدونن این داره دنبال اسکبرز میگرده اسکبرز داره تو اون محیط داره میچرخه واسه خودش که حالا میره تو کلبه هگرید قایم میشه چون میدونه که نمیتونه از محوطه بره بیرون از محوطه بره بیرون باید از بید کتک زن بره و از توی شیون آوارگان سر بیاره. اونجا هم که سیریوس کمین کرده براش نمیتونه از محوت خارج بشه کروکشنکس هم اینجا با همکاری سیریوس داره تو محوت دنبال اسکابرس میگرده حالا <تص> اینجا هم که هری با هرمانی صحبت میکنه بعد صدای رونو میشنون که داره روزه میخونه برای موشش میگه الان اگه اینجا بود یه ذره از این شیرینی میخورد خب این شیرینی نیستش و باز دوباره اسم خوردنی رو حذف کردن میگه فاج فلایز که اسم یه خوردنی دنیای جادوگریه که ترجمهش میشه مگس های خامه ای من توی گوگلم زدم پاکتش قطعا روش مگسه شیرینی مورد علاقه <تص> از این مگس <applause> <applause> که یه سبز متالیک هستن یه سری هم مگس دیدی یه سبز متالیک آره برا <applause> خب حالا بعد از بورد توی کویدیچ بچه ها اومدن توی سالن عمومی دارن جشن میگیرن همینطوری تا نصف شبم جشن و پایکوبی ادامه داره که بالاخره مگوناگل با یه لباس خواب راه راه میاد همه رو میفرسته خوابگاه تصور مگوناگل با اون لباس خواب راه راه واقعا جالبه موهاش هم با تور بسته آره موهاش هم با تور بسته خیلی دوست داشتم جیان. که تو فیلم همچین صحنه رو ببینم تو صحنه هست شده فیلم مگوناگل لباس خواب یه جورایی تنش هست یعنی اون لباس رسمیش تنش نیست ولی لباسش راه راه نیست اون لباسی نیست که نویل تنشه ولی البته یه چیزی که بگم اینه که لباسش دقیقا همون چیزی که باید باشه و لباسش راه راه نیست و چارخونه است چون نوشته که لباسش تارتانه تارتان یعنی چهار چارخونه داره پس ما اینجا توصیف لباسش رو داریم اشتباه میبینیم و بله شبیه به همون چیزی هستش که ما تو فیلم میبینیم چون اگه اشتباه نکنم چهار های نوع شبیه پارچ اسکاتلن... اسکاتلندی نیست درسته اونجوریه یه همچون حالتیه چون چهار خونه که شبیه طرح چهار های اسکاتلندیه بهش میگن تارتان اصلا تارتان خال خال پشمی یه... چی میگی تو میگی خال خال ای بابا وسط حرف توضیح من اه. <applause> نه خواب, خواب پشمی نیست دارم توضیح میدم تارتان فامیلی یکی از خاندان های معروف اسکاتلنده که اینا هر خاندان و هر گروه مختلفی برای خودشون یه پارچه خاص چارخونه دارن که ترکیب رنگهاش با هم دیگه فرق میکنه در نتیجه این احتمالا همونه ترهای معروفی که قطعا دیدی چارخونه معروفی که حتما دیدی نشون بله دست گلشون درد نکنه اینم بله. از کل زندگی من اشتباه شد یه جورایی حلقه حقیقتا این راه راهی که من هر بار میخوندم یاد لباس خواب پلنگ صورتی میفتادم <laughs> نه اون راه راه فقط مال ویکتوریا سیکرته تارتان نیست سفید صورتی صورتی مشکی اینم دقیقا شد مثل همون داستانی که توی سیزن قبل داشتیم که من از روی ترجمه یک برداشتی داشتم از رفتار هری بعد متوجه شدیم مثلا کلا یه چیز دیگه است الان من خانم مگوناگل رو با یه لباس دیگه ای تصور کرده بودم حالا کار ندارم میلاد شاید ایشونو بدون لباسم تصور میکنه ولی <تصفید> <من> <تصفید> من با لباسای دیگه ای تصور کرده بودم ایشونو البته او یعنی چی حواسون یه قشلی ها البته من همین الان چک کردم توی این همین صحنه هست شده فیلم بدون بدون لباسو نه اونه که نمیتونم چک کنم گوزمت به البته من همین الان چک کردم این صحنه هست شده فیلم زندانی از کابانو لباس پروفسور مکانه لباس خواب هست ولی نه خال, خال پشمیه نه اون چاخونه است که شادی گفت و نه بفت... راههایی که خانم اسلامیه بهش اشاره کرده توریه عکسش نه آخ <تصفح> 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 زهر مار <تصفح> <تصفح> <applause> الان عکسش هم میفرستن چش خب این که صرفا یه مخمل سبز دیگه پارچه لباس خوابش رب دو آره دوستان میگفتم ساده است هیچ... هیچ چیزی نداره حالا به هر حال تارتان خیلی میخونه با شخصیت خانم مکانگل دیگه چون پارچه اسکاتلندی هم هست و خودش هم که اسکاتلندیه بله بله اما بچه‌ها هنوز تازه گرفتن خوابیدن که همه با داد رون بیدار میشن چنان ناگهانی از خواب بیدار شد که انگار سیلی خورده بود. در تاریکی مطلق با سر در گمی کورمال کورمال دستش را روی پرده های تخت کشید. صدای حرکاتی در اطراف به گوشش خورد و صدای شیمس آمد که از آن طرف اتاق گفت چه خبر شده؟ هری به نظرش رسید که صدای بسته شدن در خوابگاه را شنید. سرانجام شکاف پرده ها را پیدا کرد و آن را کنار زد. و در همان لحظه دین تامس فانوس کنار تختش را روشن کرد. رون صاف روی تختش نشسته بود. پرده های تختش از یک طرف پاره شده بودند و قیافش به شدت وحشت زده بود. بلک سیریوس بلک با یه چاگو. چی؟ اینجا همین الان پرده رو پاره کرد بیدارم کرد دین گفت مطمئنی که خواب ندیدی رون؟ پرده ها رو ببین دارم میگم اینجا بود همه از تختشان بیرون آمدند هری زودتر از همه در خوابگاه را باز کرد و همگی با عجله از پلکان پایین رفتند پشت سرشان در خوابگاه ها باز شد و صده های آلودی به گوششان رسید کی بود داد زد؟ دارین چی کار میکنی؟ سالن عمومی با نور آتش نیمه خاموش شومینه روشن بود و آتاشقال های جشن همه جا ریخته بود. هیچ کس آنجا نبود. مطمئنی که خواب ندیدی رون؟ دارم میگم با چشای خودم دیدم. این سر و صدا برای چیه؟ پروفسور مگانگل گفت بریم بخوابیم. چند نفر از دخترها از راه پله خوابگاهشان پایین آمده بودند و خمیازه کشان رب و شامرشان را می پوشیدند. پسرها هم داشتند به سالن عمومی برمیگشتند می گشتند. فرید ویزلی با سرخوشی گفت آلیه می جشن و ادامه بدیم؟ پرسی با عجله وارد سالن عمومی شد و گفت همتون برگردیم بالا همزمان که این را گفت داشت نشانه سرپرستیش را روی لباس خوابش میزد. رون با صدای ضعیفی گفت پرس سیریوس بلک توی خوابگاهمون بود با یه چاخو بیدارم کرد همه در سالن عمومی خشکشان زد پرسی که جا خورده بود گفت مزخرف نگو زیادی غذا خوردی رون کابوس دیدی دارم میگم دیگه واقعا شورش رو درآوردین پروفسور مگانگل برگشته بود همانطور که وارد سالن عمومی میشد تابلو را محکم پشت سرش بست و با عصبانیت به تک تکشان چشم قره رفت منم خوشحالم که گریفین مسابقه رو برده ولی دیگه مسخرش رو در آوردین پرسی از تو یکی دیگه انتظار نداشتم پرسی که به قرورش برخورده بود بادی به قبقب قب انداخت و گفت من اصلا همچین اجازه ای بهشون ندادم پروفسور همین الان داشتم بهشون میگفتم که برگردن به تخت خوابشون برادرم رونی یه خواب بد دیده رون فریاد زد خواب نبود یه ها بیدار شدم و دیدم سیریوس بلک بالای سرم بایستده و یه چاگو دستشه پروفسور مگانگل با تعجب به او زل زد مسخره بازی در نیار ویزلی آخه چطور ممکنه بلک از حفره یه تابلو رد بشه؟ از اون بپرسی رون این را گفت و با انگشت لرزانش به پشت تابلوی سرکه دگه نشاره کرد از اون بپرسین که بلک رو دیده یا نه؟ پروفسور مگانگل همانطور که با بدگمانی به رون چشم قوره می رفت با هول تابلو را باز کرد و بیرون رفت. همه در سالن عمومی با نفس حبس شده گوش دادند. سرکت اگن تو چند لحظه پیش اجازه دادی مرد وارد برج گریفین دور بشه؟ سرکت اگن فریاد زد. البته بانوی بزرگوار. سکوتی حاکی از حیرت هم در داخل و هم در بیرون سالن عمومی حکم فرما شد پروفسور مگانگل گفت گذاشتی گذاشتی بره تو ولی آخه پس رمز عبور چی سرکداگن با افتخار گفت ها رو داشت رمزهای عبور کل هفته رو داشت بانوی من از روی یه تیکه کاغذ خوندشون پروفسور مگانگل دوباره از حفره تابلو داخل آمد و با جمعیت مبهوت روبرو شد. صورتش مثل گچ سفید شده بود. با صدای لرزانی گفت ک ک ک کدومتون؟ ک ک کدومتون بوده که یک جو عقل نداشته و رمزای عبور این هفته رو روی کاغذ نوشته و همینطوری یه جا ولش کرده؟ سکوت مطلقی حکم فرما شد که با صدای جیک وحشت زده خیلی ضعیفی شکست. نویل لانگ باتم که از سر تا پایش که دنپایی پرزدار پوشیده بود میلرزید به آرامی دستش را بالا آورد. دست گل آقای نویل لانگ باتم باعث یه اتفاق وحشتناک شده رو میگه سیریوس بلک خودش شخصا با چاقو اومده بالا سرش ولی خب میخوام بدونم که محدودیت نداره یعنی سیریوس نشسته هفت پسورد و خونده بعد یکیش گرفته حداقل مثلا سه بار اشتباه بگه و در قفل بشه دیگه نه اصلا اینجوری نیست الان بهت میگم اولا که اصلا کاری نداریم که چند تا پسورد بوده اوکی بوده این اومده این که بانوی چاق نبوده سرکادگان اسکول بوده چون دیدیم دیگه تو خود همین فصل به فصل داریم دقیق... دقیقا همون سناریویی که بحث جا گذاشتن شربت خالخالی بود اسکابز بودش که توی آره. اپیزود دو بود آره. یا سه بود در مورد دقیقا همون سناریو تکرار شده چ... چندین بار اسکول بازی این سرکادگان و سر باز بسته کردن در دیدیم خب <applause> توی این چهار پنج تا فصل گذشته اینم اومده یارو وایستاده پسورد رو گفته بعد اینم گفته خب تو مثلا مثلا دارم میگم یه سناریو داریم میچینیم اینم گفته خب نه تو که اصلا قیافت به چیز نمیخوره به دانش آموزا نمیخوره بعد مثلا سیریوس یه پسورد دیگه هم گفته اصلا همینجا تو میگه دیگه داری میگه اون همه پسوردا رو داشت پسورد کل هفته رو داشت چرا نبرگاش میدادم چون اصلا این این اسکل کارش این نیستش آفره. مجبوری اگه بانوی دقیق اگه خود فت لیدی بود عمران راش نمیداد سیریس بلک دیدیم چی شد دیگه خب حالا اون موقع که پسورد نداشت الان که پسورد آره. داره هم باز فتلیدی راش نمیداد اصلا شک نکن آره. که راش نمیداد چون اون کارش اینه میدونه اصلا آدابش چیه مثلا تو مطمئن باش فتلیدی از مگوناگل که پسورد نمیپرسه که طرف مدیر گروه گیری فیلم داره یعنی هر چیزی قاعده یه پروتکلی داره دیگه این کارش این نبوده این حالا مثلا یا همش تو دنبال عیاشیه حالا غیر از اینا ببینید که سیریوس چه جرعتی داشته پا اومده تا اینجا خب بچه ها رو زهره ترک کردی مرد مومن به معنی, به معنی واقعی کلمه پاشادو اومده تو دهن شیر دال آره <تصفح> تو دهن شیردال البته من باید یه چیزی اینجا اصلاح کنم من چند دقیقه قبل گفتم که کروکشنگس روی محوطه داره دنبال اسکبرز میگرده ولی با اتفاقی که الان افتاده قاعدتا حرفی که من زدم باید اشتباه باشه چون اگه سیریوس میدونست که اسکابرز توی محوت است و توی خوابگانیستش نیستش قاعدتا الان نباید میومدش خوابگاه دنبال اسکاب چون ما،, ما, که میدونیم این نیومده که هریو بکشه اومده دنبال اسکابرز بر همین هم رفته بالا با سر رون دیگه آره درسته حالا همه فکر میکنن اشتباهی جای حقی رفته سراغ ولی حقیقت ماجرا که ما میدونیم چیز دیگه است پس اون چیزی که من گفتم قاعدتا اشتباهه حالا شاید خود کوروکشنکس میدونه که اسکبرز توی خوابگاه فرار کرده و تو محوته حالا داره دنبالش میگرده این وسط سیریوس از این ماجرا بی اطلاع آره در واقع از کسی که دوازده سال تو زندان بوده بعد سر هر کدوم از رفیقای نزدیکش هم یه بلایی اومده انتظار دیگه ای نمیره یعنی اصلا براش حالا این که من میگم چه جرعتی داشته پا شده تا اینجا اومده خیلی دیگه شاید براش مهم نباشه دیگه کنترلش از دست داده میخواد هر طور شده انتقام بگیره همون حرفی که میلاد میزد چند تا اپیزود پیش انگار دیگه هیچی چی براش مهم نیست من. خیلی حرفا پا اومده تو هاگوارتز از دمنتورا رد شده از کلی لایه امنیتی رد شده اومده تو سالن عمومی گریت رفته بالای برج خوابگاه ها انگار که امنیت هاگوارتس ترین جای دنیای جادوگری به اندازه امنیت صندوق امانات بانک ملی ایران میبی خب این در قالب سگ بخش بیشتر مسیر رو طی بله, بله دیگه حالا دقیقا بام. تا جلو سه به شکل سگ اومده اصلا شما شک نکن بعدم تو انقدر توی انقدر مسیرش با د... 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 توی مسیرش با دمنتورا مواجه نشده چون میدونیم که از چه مسیری اومده دیگه آره تو مسیرش با دمنتورا مواجه نشده با توجه به اینکه دمنتورا به هیچ عنوان حق حضور تو محوطه هاگوارتس رو نداره خب نه اون چند وقت قبل از جلوی دمنتورا رد شده اومده اینجا دیگه اومده تو در واقع محوطه هاگوارتس نه کلا یه بار از دمنتورا رد شده دیگه تو زندان آقا دمنتورا مگه دور هاگوارتس تو غیر از محوطه خب. قلعه دور هاگوارتس نیستن چرا خب, خب. سیریوس از یه جایی شده. شده اومده تو از از شیون آوارگان زیر زمین اومده زیر بید کتکزن از بید کتکزن اومده بیرون آها یعنی اینا دقیقا دمنتورا نه توی هاگز میدن نه سمت هاگز میدن نه این ورن آه. پس بنابراین اصلا کلا دمنتورا اینطوری رد نشده آره دیگه دیمنتور اصلا این مواجهه ای نداشته با دمنتورا خب البته بعد ام. بازی کویدیش بوده که اینا از محوت اخراج شدن دیگه نه قبلش هم اینا حق ورود به محوطه رو نداشتن و اصلا عصبانیت د... دامبلور هم سر همین بود که اینا خب حق, حق ورود به محوت آره یعنی با که حق نداشتن ولی سر خود اومده بودن آره ولی الان که تو محوته نیستن اینم از زیر بید کتک زن اومده به شکل سگ اومده از سرسرهای ورودی رد شده پلکان اومده بالا رسیده جلو تابلو این یارو اسکولکو سرکادوگان <applause> و مازیلا سر کادوكان داده اونم پس اونم در وا کرده اینا هم که شب بوده همه رفته بودن از پس تو خوابگاهشون رفته خوابگاه بالا سر ران دیگه بله خیلی یعنی اتف... میدونی نمیخوام بگم حرف تو اشتباه بالاخره ریسک کرده آره بالاخره ریسک کرده کارش خطرناکه ریسک بزرگی کرده ولی خب یه سری نقشه رو واسه خودش کشیده بوده دیگه این 7 سال یکی از نابکارا بوده دیگه مثلا اینا یه جایی تو هاگوارتس بلدن که حتی فرق و جورج هم بلد نیستن صد درصد همینطور ولی اینجا بچه رون هی داره میگه بابا سیریوس بلک بود اومد پرده تخت منو پاره کرد چاقو دستش بود اومد منو از خواب بیدار کرد ولی هیچ که حرفشو باور نمیکنه بیچاره هر کی از در میرسه میگه شام زیاد خوردی یا داری چرت میگی خواب دیدی کابوس دیدی بابا یه نفر جدی خب بابا بس بس جدی بگیره. خب آخه باور نکردنیه بابا عجیب باشه ولی خب اتفاقا اینو خیلی محتمل میدونن که الان سیریوس بلک احتمالا توی قلعه باشه چون قبل از این هم یه تلاش دیگه برای ورود به سالن گریفیندور کرده بوده دیگه خب آره ولی باور نکردنیه دیگه تا این حد بیادش بیاد بالا سر تخت درست یه تلاش نافرجام داشته ولی دیگه تا این حد نفوذ واقعا باور نکردنیه ضمن اینم که میبینن که آقا یه شناختی در مورد سیریوس بلک هست دیگه سیریوس بلک زده 12 نفر کشته 13 نفر کشته این اگه این اگه اومده بود بالا سر ران که مثلا دارم میگم و همه میگن این اگه اومده بود بالا سر ران که میزد این پر پنج تاشون هم میکشتش میرفت هری و شیمس و ران و دین چه میدونم همه رو زده بود میزد نفله میکرد بعدم میرفت اصلا کار به اینجا نمیکشید که اینا بخوان جیغ جیغ کنن یعنی یه همچین تفکری هم هست دیگه به میگن نه بابا خواب نما شدی چه میدونم چپ خوابیدی راستت بوده یه همچین چیزایی مثلا <تصفح> 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 اما حالا قبل این نقل قولی که با صدای شادی شنیدیم یه چیز خیلی جالب تو کتاب هست اونم خوابیه که هری میبینه دقیقا همون چیزیه که تو کتاب یادگان مرگ اتفاق میفته همونجایی که هری پاترون و سه رو میبینه موفق میشه شمشیر رو از زیر دریاچه پیدا کنه یعنی خواب خیلی جالب من بهش دقت نکرده بودم قبلا ولی این دفعه که خوندم اصلا خیلی برام جالب بود من تو همین الان هم بهش دقت نکرده بودم قشنگ توی جنگله یه پاترونوس رو میبینه دنبالش میکنه بله یه چیز نوقعی میبینه اونم چارنل داره میره یعنی قشنگ یه موجود یه حیوان چارپاه آره دقیقا همونه دیگه همون اتفاقیه که تو کتاب یادگان مگ افتاد داره خب دنبال یه پاترونوس می اف... افتاده دیگه تو خواب حالا اینکه آره چجوری میگین که دقیقا اون صحنه است که نه شباهت داره به اون صحنه آره. دیگه آره. آره, شباهت داره حالا آره دوستانی هستن که میتونن بگن که اینم جز پیشگویی های پروفسور تیگلانی بوده <applause> یا حقی جدابادش پیشگو بوده اینا مثلا تو خواب دیده که پنج ساله بعد قرقه چه 4 چهار ساله بعد قرقه چه چیزی رو تجربه کنه بله رسیدیم به آخر این قسمت اول از همه باید اشاره کنم که این هفته کلاب هاست نداریم و همین اول کار باید یه پیامی رو برای شما بخونم البته ممکنه خیلیاتون تا الان از شبکه اجتماعی ما این خبر رو دیده باشین ولی برای شمایی که ندیدین من این خبر رو دوباره میخونم ضمن تشکر از همراهی سمیمانهی که تا امروز با پادکست لوموس داشتین متاسفم که به اطلاعتون برسونم به دلیل نداشتن اسپانسر برای قسمت های پخش نشده مجبور به تغییر در شیوه پخش پادکست لوموس شدیم از ابتدای این فصل با توجه به اوضاع اقتصادی که بر کشور حاکمه با مشکل نداشتن اسپانسر روبرو شدیم مراحل تولید پادکست هم بخش بزرگی از وقت و انرژی ما رو به خودش اختصاص میده و به فعالیت کاری و زندگی روزمرهمون هم اخلال ایجاد میکنه تا امروز بیش از نیمی از قسمت این فصل رو با تحمل همه سختی ها و بدون اسپانسر تولید و به صورت منظم و هفتگی پخش کردیم اما ادامه این راه بدون داشتن منبع درآمد برای پادکست امکان نیست همین جهت تصمیم گرفتیم مثل خیلی از پادکست های دیگه پخش لوموس رو از ابتدای قسمت چهاردهم مشروط به جذب اسپانسر کنیم برای همین از هفته آینده پخش لوموس به جذب حامی مالی بستگی داره و قسمت های بعدی فقط در صورتی که با اسپانسر قرارداد بسته باشیم پخش میشه اگر این اتفاق بیفته زمان پخش پادکست همچنان شنبه ها خواهد بود در غیر این صورت از طریق کانال تلگرام توییتر یا اینستاگرام مرکز دنیای جادوگری تاریخ پخش بعدی رو به اطلاعتون خواهیم رسوند خب من به حرفای امید اینو اضافه کنم که اگر دوست دارید راحت تر متوجه بشید که اپیزود بعدی ما کی پخش میشه علاوه بر این که توی شبکه های اجتماعی میتونید ما رو دنبال کنید توی اپلیکیشن های پادکست و البته یوتیوب میتونید ما رو سابسکرایب کنید و نوتیفیکیشنش رو روشن کنید تا به محض اینکه اپیزود منتشر شد بهتون اطلاع رسانی کنه اپیزود بعدیمون وقتی که پخش بشه قطعا همون به روال الان ساعت صفر روز شنبه توی یوتیوب منتشر میشه و خب از اونجا میتونید بشنوید اگر که کانال ما رو سابسکرایب کرده باشید و اون زنگولش هم زده باشید به قول همه کانال, ها یوتو... همه کانال های همه یوتیوبی خب اطلاع رسانی میکنه بهتون و از همینجا میخوام به همه کسب و کارها و مجموعه هایی که علاقه دارن اسپانسر و یا حامی مالی پادکست لوموس بشن بگم که میتونین از طریق فرمی که داخل سایت مرکز دنیای جادوگری قرار داده شده که لینکش هم در توضیحات همین اپیزود وجود داره درخواستتون رو برای ما ثبت کنین و ما سریعا با شما ارتباط برقرار میکنیم و در صورت تمایل شما همکاری رو شروع میکنیم کسایی هم که دوست دارن از ما حمایت مالی کنن اونا میتونن از طریق خود سایت مرکز دنیای جادوگری و یا لینکی که در همین قسمت وجود داره از ما حمایت مالی داشته باشن البته مثل همیشه که میلاد میگه پادکست لوموس رایگانه و شنیدنش رایگان هم میمونه بحث اسپانسر و حمایت مالی هیچ ارتباطی به مدل پخش ما از نظر پولی یا رایگان بودن نداره آره همینطوری که ما همیشه صحبت کردیم به خصوص تو همین بخش کامنت ها خب همین لوموس کلی دلخوشیه برای ما و میدونیم که برای خیلی از شما هم هست و این کامنتاتون رو نشون میده لطف شماست کامنتاتون خیلی باعث دلخوشی ماست اینو تو اپیزودهای مختلف خود من حداقل گفتم بقیه بچه هم گفتن حتی الان خیلی به بحث این روزای پادکستمون هم میخوره که ما وقتی در مورد پاترون صحبت میکنیم من اگه اشتباه نکنم اشاره کردم که یکی از دلخوشی های من الان لوموسه و خاطراتی که توی لوموس دارم باعث میشه که مثلا کمک کنم اگه بخوام پاترونوسی روزی بسازم و اصلا کلا فراتر از بحث لوموس اصلا بحث هری پاتر برای خود من شخصا همچین شرایطی رو داره همطوری که بارها اشاره کردم در مورد اون مثال تریلر رو زدم و اینا و امیدواریم که حالا شرایط عوض بشه شرایط وضعیت اقتصادی کشور عوض بشه و کلا طوری بشه که ما بتونیم دلخوشیمون رو ادامه بدیم ما خیلی لوموس رو دوست داریم و اصلا این به معنی پایان لوموس نیست و اصلا دوست نداریم که لوموس رو تموم کنیم پس منتظرمون باشید خب منم این هفته به جای خوندن جواب توییت هفته میخوام از سوی توییتر چند تا کامنت از بچه که به همین خبر که الان امید عزیز خوند واکنششون دادن یکی دو تا توییت رو بخونم ابر کوچولو نوشته که جاهای زیادی نیست که از تاریکی بهش پناه ببرم لوموس ولی اول هر هفته دستم رو میگیره و من رو میبره به پناهگاهم و اینجوریه که شجاعت تحمل کل هفته رو دارم امیدوارم هرگز خاموش نشی لوموس مبینا هم نوشته تنها پادکستی که عاشقش بودم اسپانسر پیدا نمیکنه ای خدا در نهایت هم یه توییت دیگه میخونم که خودم خیلی تحت تاثیرش قرار گرفتم وقتی خوندم رویا نوشته از توی هواپیما تا همین الان که شیش ماه مهاجرت کردم این پادکست باعث می شد کمتر احساس تنهایی کنم دقیقا من در راستای خبری که امید خوند توی خود توییتر یاده یه توییتی افتادم روزی که مرکز دنیا جادیگری اون ویدیو خداحافظی فصل سیزن یعنی تالار اسرار رو منتشر کردیم یکی از بچه ها توییت زده بود و نوشته بود که خیلی تلخه و خیلی ناراحت کننده است و اذیت شدم وقتی دیدم این ویدیو رو و متاسفانه یا خوشبختانه من اون موقع در جواب بهش گفتم که ناراحت شدن نداره ما فقط یه فصل دیگه از لوموس رو پشت سر گذاشتیم و این فقط پایانی بر یک آغاز بود الان هم همینه طبق چیزی که امید خوندش لوموس قرار نیست تعطیل بشه فعلا تصمیمی در این رابطه گرفته نشده و تصمیمی که الان گرفتیم این بوده که واقعا توانایی این رو نداریم که هر شنبه لوموس رو منتشر کنیم و پخش اپیزود هامون رو منوط بر این کردیم که پیش از پخش شدن اون اپیزود اسپانسری براش پیدا بشه و پشتیبانی اون اسپانسر باعث بشه که ما هم بتونیم پس از اون سایر اپیزود ها رو اجرا و پخش کنیم لوموس فعلا ادامه داره و امیدواریم که طبق چیزی که خودمون چهار تا روز اول در صحبت کردیم اینکه تا انتها پیش بریم طبق همون برنامه پیش بره و فقط الان باید امیدوار باشیم که زودتر هایی پیدا بشن برای فصلهایی از کتاب زندانی آسکابان که باقی مونده همین و ممنونیم از اینکه این همه همه جا از ما حمایت میکنین کامنت میذارین دربارهمون حرف میزنین این چند وقت توی اینستاگرام خیلی اطلاع رسانی کردید که افرادی که حالا شاید صاحب مشاغلی باشن و تمایل داشته باشن توی این پلتفرم تبلیغشون انجام بشه و اسپانسر ما بشن و حامی مالیمون باشن جذب بشن و از همون حمایت کنن مرسی از همتون دمتون گرم امیدوارم این انرژی های مثبتی که واسه لوموس میفرستید چندین برابر بشه و به خودتون برگرده لاحقل از طریق خود لوموس آره میلاد حالا من یکی از کامنت هایی که تو یوتیوب برامون گذاشتن رو میخونم این که میگم دلخوشیه برامون این که تو میگی هممون میگیم واقعا ببینید مرسده چی نوشته برامون مرسده نوشته من و دوستم مهاجرت کردیم چند وقته و خب طبیعتا دوستی اینجا نداریم وقتی لوموس گوش میدیم حس میکنیم تو جمع دوستامون نشستیم با اینکه دوستم هیچی از هری پاتر نمیدونه امیدوارم تو زندگیتون دوستان حقیقی رضایتمندی و فراوانی فراوان باشه اینو که نمیدونم یعنی چی <تصفح> و در جغرافیایی آزاد و شاد همدیگر رو ببینیم لوموس آره دیگه ببینین واقعا از این دلخوشی ها اگه بخوایم بخونیم میتونیم از الان تا چند ساعت دیگه بشینیم از این چیزا براتون بخونیم توی کامنت های مختلفی هم که خوندیم توی این سیزن و سیزن پیش اینا همه هست واقعا دمتون گم خیلی واسه افتخار خب از شماره پیش تا الان مشتبا مولود شکی با فر آشنای همیشگیمون سهر مینا رضا تی اکس دامبل جون نیلی، مجتبا، یاسمن، سهر، میم، همزه، فاطمه، رضا و سه نفر بینام از همون پشتیبانی مالی کردن. مجتبا برمون نوشته که دلگرمی من الان فقط لوموسه هر هفته یه بار تو یوتیوب، یه بار تو کست باکس و یه بار تو گوگل پادکست گوش میدم. هر بار که گوش میدم یکی دو ساعت از تمام مشکلاتم رها میشم. خسته نباشید واقعا. سحر برامون نوشته خیلی خوبید نرسی ازتون مینا نوشته خسته نباشید دمتون گرم نیلی نوشته کاش میتونستم بیشتر از اینا کمک شما لوموس کنم خیلی دوستتون دارم امیدوارم هیچ وقت ناکس نشه لوموس مشتبه برمون نوشته مجدد سلام الان دقیقا بعد از روم کلاب هاوسه که اینو می چیزی که دارم کمک میکنم اصلا عددی نیست ولی به خاطر حال میلاد وقتی داشت از شیراز حال و هواش رو میگفت به خاطر بغض شادی وقتی داشت میگفت تا بعد به خاطر خشایار که اگه تو بایوکست اسمی از لوموس نمی آورد من با لوموس آشنا نمی شدم به خاطر امید که این همه سال سایت دمنتور رو مرکز دنیای جادوگری رو فعال نگه داشته مثل هفته های گذشته هر هفته همین عدد که هم رو کمک میکنم خیلی بده شرایط مملکت دونه دونه دلخوشیات رو خراب کنه الانم آخرین دلخوشی من لوموس بود که شرایط مملکت دوچاره دو مشکلش کرد یه نفر بینام برامون نوشته که یادم چند سال پیش دمنتور اون پستی رو که خبر بسته شدنش رو میداد گذاشت من یه بچه مدرسه بودم و برای اینکه مانع این کار بشم عملا هیچ کاری از دستم ساخته نبود جز لایک صفحه فیسبوکی که اون موقع دوستان برای حمایت از دمنتور درست کرده بودن که بسته نشه اما حالا ما ای که دوستتون داریم مجبور نیستیم بشینیم و تماشا کنیم که چی داره سرمون میاد و هیچ کاری هم نتونیم بکنیم یه جوری بهتری نیست که مغز آدم سوت میکشه یا برمون نوشته استوری میلاد رو دیدم و دورم پر شد از مرگ خار. وقفه توی پادکست لوموس دقیقا مثل اینه که با چشمای خودم ببینم آل بوستان بلدور داره از بالای برج پرت میشه پایین. صدای ناگینی رو میشنوم که داره اسنیپ رو میکشه. منتظرم وسط این همه ناکس یکی لوموس بزنه باشین همیشه. سهر برمون نوشته عاشق این فصلم مرسی زیاد ازتون که اینقدر خوبید. میم نوشه یعنی در نبودتون ممکن است پانسر پیدا بشه برای لوموس به هر حال امیدوارم این مشکل حل بشه که دوباره صداهای گرمتون رو بشنویم خب بریم سراغ چند تا نکته ازتون واقعا ممنونم و ممنونیم که تو تمام این مدت از هر نوع پشیبانی که میتونستید از ما بکنید کوچکترین دریقی نکردید و به محض اینکه ما این خبر رو گذاشتیم تمام جاهایی که امکان فرستاده شدن پیام برای هر کدوم از ما بود شما فرستادید برامون پیام کلی پیام دلگرم کننده گرفتیم ازتون از و مرسی که اینقدر نگران ادامه راه لوموس هستین ما هم همینطور نگران ادامه راه لوموس هستیم از راه درستش باید همینجا اینم بگم که آیا اقتصاد بر کسب و کار شما تاثیر گذاشته است به نام خدا بر کسب و کار ما که بله باید در جواب بهتون بگم که ما واقعا قدر پشتیبانی های مالی شما رو میدونیم ولی راه پیشرفت کار ما اسپانسر گرفتنه و تمام صحبتهایی که کردیم به هیچ وجه به هیچ وجه به هیچ وجه به این معنی نبود که ما از سمت شما بخوایم پشتیبانی مالی بگیریم میدونیم که هر کاری راه و روش خودشو داره و کار ما هم روش خودشو داره ما خیلی خوب مثل خود شما میدونیم که شما هم دقیقا مثل ما توی همین شرایط اقتصادی دارید زندگی میکنید و همین پشتیبانی های مالی که دارید الان از ما میکنید چقدر ارزشمنده و چقدر ارزش معنوی داره و اصلا نمیخوایم که این صحبت بار مسئولیتی روی شما ایجاد بکنه بنابراین فکر نکنید که این شرایط مربوط به شماست و شما ممکنه که کاری ازش از پیش ببرید شما تا الان پشتیبانی رو از ما دریق نکردید و ما هم به همین پشتیبانی های شما بوده که تا الان اومدیم و خیلی هم قدرش رو میدونیم در نتیجه خواستم روشن بکنم که واقعا مسیر ما از راهی میگذره که در صحبت کردیم و این مرز مشخص رو بکشم بین پشتیبانی ها و دلیل ادامه راه ما خب با تشکر از حسین غریبی امین بهرمند علی خانی و همه شمایی که تا اینجا گوش دادین نظرتون رو توی سایت مرکز دنیای جادوگری یا برنامه پادکست برامون بذارین و اگر هم دوست داشتین از لینکی که داخل همین قسمت پادکست قرار داده شده از همون حمایت مالی کنین یا درخواست اسپانسرشی بهتون رو بفرستین فعلا خدا نگهدار مرسی خسته نباشید بچه مرسی که همیشه و همه جا ما رو همراهی کردید و میکنید چراغ دلتون همیشه دارای لوموس باشه خدافظ خسته نباشید تا بعد knocks